درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 28 سپتامبر 2023 میلادی برابر است با ششم مهر ماه سال 1402 خورشیدی. با تشدید جبهه امنیتی در آستانه نخستین سالگرد جمعه خونین زاهدان، گزارش‌ها حاکی از اعزام گسترده نیروهای نظامی و سرکوبگر به این شهر و دیگر نقاط استان سیستان و بلوچستان است. با وجود این، طی روزهای گذشته فراخوان‌های متعددی برای اعتراض و اعتصاب در این استان و سراسر ایران منتشر شده است. مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین شهر راس و از شهرهای مخالف جمهوری اسلامی، خواهان پیوستن شهروندان به اعتراض و اعتصاب در روزهای هفتم و هشتم مهر ماه شد. وی علی خامنه‌ای را یزید زمان خواند و از شهروندان خواست با تداوم دادخواهی فریاد مظلومان باشند. علاوه بر این، از یک هفته گذشته فراخوان‌های متعدد دیگری هم از سوی گروه‌های فعالان حقوق بشر و بلوچ‌ها در مورد گرامی داشت جمعه خونین زاهدان منتشر شده است. این فراخوان‌ها محدود به استان سیستان و بلوچستان نیستند و از همه ایرانیان در شهرهای مختلف دعوت شده تا در حرکتی هماهنگ این فاجعه را محکوم کنند. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر ساکن ایران، دستنوشته‌هایی از جواد روحی درباره شرح شکنجه شدنش در زندان منتشر کرد. این زندانی بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی اخیراً به طرز مشکوک جان سپرد. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره شکنجه شدید برای اعترافگیری اجباری از روحی منتشر شده بود. جواد روحی شرح شکنجه‌های جسمی و روحی خود را از زمان بازداشت وحشیانه در شامگاه 30 شهریور سال 1401 آغاز کرده و نوشته که تا صبح هدف ضرب و شتم و شکنجه با شوکر قرار گرفته است. روحی در ادامه نوشته است که شدت شکنجه ها به حدی بوده که جای عمل جراحی کمرش در سال 1400 زیر مشت و لگد و ضربات شدید باز شده است. این بازداشت شده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی یادآوری کرده که بر اثر آسیب های وارد شده برای گرفتن اعتراف اجباری، او را به مدت 48 ساعت در بیمارستان ولایت شهرساری بستری کردند. زمستان سال گذشته هم کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات در گزارشی نوشت روحی به دلیل شکنجه های متعدد قدرت تکلم و کنترل ادرار خود را از دست داده است. دستنوشته های روحی که به تازگی منتشر شده نشان می دهند که طی 44 روزی که او در بازداشت اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است، به طوری که در یک نمونه 3 شبانه روز به کف پاهایش شلاق و باتون زدند و بر اثر این ضربات پای راستش فلج و بی‌حس شده است. جواد روحی در نوشته‌هایش تاکید کرده که تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی زیر شکنجه و از ترس جان بوده است. وی در ادامه افزوده که حتی جغرافیای شهر نوشهر را نمی‌دانسته و از محل اماکن دولتی و امنیتی بی اطلاع بوده و تنها برای ملاقات همسر سابقش به این شهر رفته است. جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدی فرد 19 ساله و ارشیا تک دستان 18 ساله به اتهام آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه 30 شهریور سال 1401 در نوشهر به اعدام محکوم شد. موسی قزم فرابادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه موافقت خود را با مصوبه حجاب اعلام کرده، گفت نیروی انتظامی در برخی از موارد میتواند به صورت فیزیکی وارد شود. به افزود در این مصوبه میزان جرایم نقدی بالاست و بازدارندگی خودش را دارد. زهرا رهنورد، ببخشید، در خبر دیگر، زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز ایران فاش کرده است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به او گفته بودند میتواند آزادی فردی داشته باشد و مثلا به زیارت برود یا سبزی بخرد، اما حق فعالیت اجتماعی ندارد. خانم رهنورد که همراه با همسرش میرحسین موسوی و دیگر رهبر جنبش سبز
مهدی کروبی 13 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برد، به فشارها بر 570 فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی که با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی آنها شده بودند واکنش نشان داد و گفت که آنها تهدید و اهانت شدند. او در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده تاکید کرده که البته این آزادی پیشکش خودشان، آزادی من در گروه آزادی کشورمان ایران است. محمد حسین سپهری، معلم و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه با انتشار عکسی از گزارش آنژیوگرافی خواهرش فاطمه سپهری در بیمارستان نوشت که نتیجه آنژیوگرافی حاکی از آن است که دو رگ از سه رگ اصلی قلب خانم سپهری بیش از 95% گرفتگی دارد و باید سریعا عمل قلب باز انجام بدهد. او همچنین با اعلام اینکه بعد از عمل موفق شده لحظاتی فاطمه سپهری را ملاقات کند، در ویدیویی یک پیام از طرف این زندانی سیاسی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد. محمد حسین سپهری گفت خواهرم یک پیام داشت و از من خواست به علی خامنه ای بگویم آن علف هرزی که در سال 57 در خاک پاک این مملکت رشد کرد و ما برایش همه چیز دادیم و حتی خون دادیم را تا از ریشه در نیاورم دست بردار نیستم. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی. کانون صنفی معلمان استان بوشهر روز پنجشنبه ششم مهر ماه از صدور مجموعه 4 سال و 4 ماه حبس برای 4 عضو خود خبر داد. بنا به اعلام کانال تلگرامی این کانون، در ابلاغیه دادگاه که مهر محرمانه دارد، محمود ملاکی و محسن عمرانی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری، مصادره اموال توقیفی به نفع دولت و 3 سال ممنوعیت فعالیت آموزشی در محیط های علمی محکوم شدند. همچنین عبدالرضا امانی‌فر و اسقر حاجب هر کدام به 4 ماه حبس تعزیری و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت محکوم شدند. کانون صنفی معلمان استان بوشهر ضمن محکوم کردن احکام صادر شده تصریح کرده که همچنان فعالیت‌های قانونی خود را به منظور تحقق مطالبات برحق دانش آموزان و فرهنگیان استان بوشهر به طور جدی پیگیری خواهد کرد. این تشکل صنفی افزوده که به زودی گزارش مفصلی از وضعیت پرونده همکاران عضو کانون به ویژه محمود ملاکی، معلم و بازرس این کانون را منتشر خواهد کرد. رانندگان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید.
جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین رسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. 6 روز بعد از آتش سوزی در یک مرکز وابسته به وزارت دفاع، منابع خبری در ایران بار دیگر از وقوع آتش سوزی در میدان نوبنیاد در شمال تهران خبر می‌دهند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، در روز پنجشنبه 6 مهر ماه دود بسیار غلیظی در آسمان حوالی میدان نوبنیاد تهران دیده شده است. خبرگزاری مهر با تایید وقوع آتش سوزی در میدان نوبنیاد گزارش داده که شماری از خودروهای آتش نشانی برای فرو نشاندن آتش به این محل اعزام شدند. همچنین روزنامه همشهری به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع ادعا کرده که این آتش سوزی ساعتی قبل در زمانی که گروه پیمانکاری در حال پاکسازی و تخلیه نخاله‌ها و ضایعات آتش سوزی قبلی بودند رخ داد. در گزارش‌های رسمی به علت آتش سوزی پیشین اشاره‌ای نشده و گفته شده که آتش سوزی پنجشنبه در میدان نوبنیاد تهران تلفات جانی نداشته است. پیشتر خبرگزاری ها در ایران بامداد روز جمعه 31 شهریور ماه از آتش سوزی در یک انبار باتری سازی متعلق به سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع در شمال شرق تهران خبر داده بودند. واشنگتن فریبکن از آغاز تحقیق کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا درباره نفوذ دستگاه‌های جاسوسی تهران در دولت بایدن خبر داد. سه تن از جمهوری‌خواهان نیز خواستار پاسخگویی کاخ سفید در زمینه مقاله ایران اینترنشنال درباره روابط نزدیک برخی مقامات دولت بایدن با تهران شدند. بر اساس این گزارش و به گفته جمعی از قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا، جمهوری اسلامی با نفوذ به دولت بایدن به اطلاعات حساس دولت ایالات متحده دسترسی پیدا کرده است. روز چهارشنبه شماری از جمهوری‌خواهان کنگره نامه‌ای به کاخ سفید ارسال کردند و گفتند که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بارها به ایمیل‌های محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا یا سرورهای دولتی دسترسی داشته و اسناد را در رسانه‌های تبلیغاتی خود مانند تهران تایمز منتشر کرده است. فریبکن که به نسخه‌ای از این نامه دسترسی پیدا کرده، یادآور شد که کوین هرن و جو ویلسون، دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، و سناتور بیل هاگرتی که هر سه نویسنده نامه هستند، معتقدند که این ماجرا به منزله تعدی یک عامل متخاصم خارجی به دارایی‌های دولت آمریکا است و می‌تواند از حضور خبرچین در دولت بایدن حکایت داشته باشد. این سه نماینده مجلس نمایندگان و سنا همچنین خاطر نشان کردند که درز اطلاعات حساس دولت آمریکا رد پای عملیات اطلاعاتی حکومت ایران را دارد و نشان می‌دهد که جمهوری
جمهوری اسلامی ممکن است به ایمیل های محدود شده وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی داشته باشد. هم اکنون ائتلافی از قانونگذاران تحت عنوان کمیته مطالعات جمهوری خواهان کنگره آمریکا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردند که به گفته پروبکن نتایجش می تواند دولت بایدن را مجبور به پذیرش نفوذ رژیم ایران در شبکه های حساس ایالات متحده کند. دومین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا شامگاه چهارشنبه بدون حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برگزار شد. 7 نامزد حاضر در این مناظره که در کتابخانه رونالد رگان واقع در سیمی ولی در ایالت کالیفرنیا برگزار شد، به شدت از سیاست‌های جو بایدن انتقاد کردند. راند سانتیس فرماندار فلوریدا در اظهارات خود دونالد ترامپ را به دلیل عدم حضور در این مناظره مورد انتقاد قرار داد و گفت که او در عرصه عمل غایب است. سانتیس در ادامه اضافه کرد دونالد ترامپ میبایست امشب روی این صحنه حاضر میبود. او به مردم این بدهی را دارد که در مقابل آنها اینجا از کارنامه خود دفاع کند. به رغم اینکه ران دسانتس پیش از این به عنوان نزدیکترین رقیب به دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه شناخته می‌شد، اما اینک نظرسنجی نشان می‌دهد که اقبال او رو به کاهش است. دونالد ترامپ که در تازه‌ترین نظرسنجی همچنان نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه است، برای دومین بار در مناظره نامزدهای این حزب شرکت نکرد. در نظرسنجی اخیر رویترز دونالد ترامپ با اختلاف 37% نسبت به نزدیکترین رقیب جمهوری‌خواه خود همچنان پیشتاز است. در مناظره چهارشنبه شب همچنین مایک پنس معاون اول دونالد ترامپ، نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، ویوک راماسوامی سرمایه گذار، تیم اسکات سناتور جمهوری‌خواه، کریس کریستی فرماندار پیشین نیوجرسی و داگ بگوم فرماندار داکوتای شمالی شرکت داشتند. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد، لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310 278 84
85 اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی روز پنجشنبه ششم مهر ماه دستور انحلال تمامی نهادهای دولت خود را تا پایان سال میلادی جاری صادر کرد و گفت از اول ژانویه سال 2024 دیگر جمهوری قره‌باغ وجود نخواهد داشت. انحلال این جمهوری خودخوانده به 3 دهه خودمختاری مورد حمایت ارمنستان برای قره‌باغ کوهستانی، منطقه‌ای که اکثریت ساکنان آن ارمنی هستند اما در داخل مرزهای آذربایجان قرار دارد، پایان خواهد داد. این جمهوری که در نبردهای جدایی طلبانه سال 1994 در مناطق عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ آذربایجان تشکیل شد، از توی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. در فرمان جدید استانبول، شاهرمانیان رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی آمده که ساکنان قره‌باغ باید با شرایط ادغام مجدد این منطقه در جمهوری آذربایجان که از سوی مقامات آذری ارائه شده آشنا شوند و در مورد ماندن خود در این منطقه تصمیم مستقل و فردی بگیرند. سامول شهرمانیان افزود بنا به توافقی که با آذربایجان انجام شده، عبور آزاد، داوطلبانه و بدون مانع برای همه کسانی که می‌خواهند منطقه را ترک کنند تضمین شده است. کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژوی چین توانست با کسب 2 مدال طلا برای نخستین بار در این رقابت‌ها در رشته‌های انفرادی هم مقام قهرمانی را کسب کند تا در جدول رده‌بندی مجموع مدال‌ها با مجموع 3 طلا، 9 نقره و 9 برنز در رده 9 قرار بگیرد. در رشته ورزشی ووشو و در بخش ساندا، افشین سلیمی که در وزن منهای 65 کیلوگرم به فینال این رقابت‌های راه یافته بود، موفق شد در دیدار پایانی در مقابل حریفی از اندونزی به پیروزی دست یابد و مدال طلا را کسب کند. سلیمی در فینال توانست حریف خود را با ناک‌اوت شکست بدهد و دومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های آسیایی هانگژو به ارمغان بیاورد. در همین رشته ورزشی، یوسف صبری در وزن منهای 75 کیلوگرم هم که به فینال راه یافته بود، موفق شد در نمایشی درخشان و در کمتر از 30 ثانیه حریف خود از کشور ماکاو را شکست بدهد و او هم مدال طلا را از آن خود کند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای اشارتی. روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.